سلام. شطرنج این هفته به ادامه بحثی اختصاص داره که هفته پیش آغاز کردیم. اگه یادتون باشه بار قبل درباره وحشت آخوندها از اینترنت و ماهواره و موبایل صحبت کردیم. بعد هم به تناقض‌گویی های آخوند روحانی رسید. سوال آخر برنامه این: داستان تناقض‌گویی های آخوند روحانی چیه؟ چرا در حالی که خودش سالها در رأس دستگاه امنیتی رژیم بوده، اما حالا به شکست سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم در مواجهه با جوان‌ها و ماهواره و اینترنت اعتراف می‌کنه؟ چرا؟ پاسخ این سوال رو باید در خطوط متفاوت باندهای متخاصم رژیم جستجو کرد. واقعیت اینه که رژیم آخوندی در فاز پایانی خودش در برابر خط متفاوتی قرار گرفته. یه خط، خط رفسنجانی و روحانیه. ته حرف این باند جام زهری اینه که آقا اوضاع جامعه انفجاریه، وضعیت خرابه، ملت آسیه. برابر این باید برای حفظ نظام یه سوپاپ اطمینانی دست و پا کرد، وگرنه با انفجار اجتماعی مواجه خواهیم شد. باند خامنه و دلواپسان نظام اما حرف دیگه ای دارن. حرفشون اینه که سوپاپ و شکاف همانو و سرنگونی هم همان. مثلا فتوای آخوند مکارم شیرازی در رابطه با اینترنت پرسرعت واکنش باند خامنه‌ای به خط روحانی و رفسنجانی. اقدام بر این کار عجولانه، یعنی خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلی خدمات نسل سوم و بالاتر، کاری برخلاف شرع و برخلاف موازین اخلاقی و انسانی است. خورخور خرچنگ نظام یعنی آخوند احمد خاتمی هم ناشی از همین دلواپسیه. یعنی تای حرفش اینه که بدون بگیر و ببند کار پیش نمیره. آقای تقاضای ما این است که فضای پاک، فضای پاک اینترنتی رو در اختیار مردم عزیز و جوانان ما بگذارید. ما میگیم وقتی شما گل به مردم میدید خارهاشو بزدایید و الا دست مردم رو زخمی میکنه. این معقول نیست که در جایی که ساختارهای نظارتی ما هنوز کامل نشده بیاییم فضای اینترنتی رو آزاد در اختیار همه بگذاریم. اما حرف اصلی باند خامنه‌ای رو باید از ارگان اصلی دلواپسان نظام یعنی کیهان شریعت مداری شنید. اونجا که به صراحت تمام روی رابطه اینترنت با امنیت رژیم انگشت میذاره و مینویسه: تن دادن حداکثری به پیشرفت و تکنولوژی پیشرفته، خصوصا در امر ارتباطات اجتماعی، مرزهای حاکمیتی نظام را در چارچوب‌های اخلاقی خانوادگی به خطر میاندازد. طبیعی‌ترین شکل قضیه این میشود که در شاهراه ارتباطی رونمایی شده به دست مدیران دولت خودمان، مظاهری از تکنولوژی جدید سروری خواهند نمود که هیچ التزامی به رعایت قوانین حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ندارند. از ماهیت قرون وسطایی رژیم آخوندی و ضدیت ذاتی این رژیم با پیشرفت و علم و تکنولوژی که بگذریم، میرسیم به اصل مطلب، یعنی اطلاع رسانی آزاد و بدون سانسور حکومتی. همگی یادمون هست که در جریان قیام سراسری مردم ایران با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، اینترنت و تلفن همراه چطور اخبار درگیری‌ها رو در سطح بین‌المللی منتشر می‌کردن. ارسال تصویر شهید قیام ندا آقاسلطان رو همگی به خاطر داریم. نقش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در بهار عرب هم که دیگه جای بازگویی نداره. ضمن اینکه همین حالا هم بخش اعظم خبرهای مربوط به اعتراضات اجتماعی ایران از همین طریق منتشر میشه. مردم ایران آزادی میخوان. جوانهای ایرانی خواستار برقراری ارتباط با دنیای آزادن. میخوان از همه امکانات ارتباطی و رسانه‌ای جهان امروز استفاده کنن. در سالهای اول بعد از انقلاب ضد سلطنتی هم اگرچه خبری از ماهواره و اینترنت نبود،
اما خمینی از رسانه‌های غیر حکومتی به شدت وحشت داشت. اون سالها کار میلیشیای مجاهد خلق فروش نشریه بود. جوان‌های هوادار مجاهدین به دنبال انتشار بذر آگاهی در بین مردم بودند. خمینی از همین می‌ترسید. از آگاهی مردم می‌ترسید. به همین خاطرم در همون دو سال اول بعد از انقلاب ضد سلطنتی ده‌ها میلیشیای مجاهد خلق رو به شهادت رسوند. امروز هم ترس و وحشت آخوندها از اینترنت و ماهواره در یک نقطه کانونی متمرکز شده و اون هم چیزی نیست جز سیمای آزادی و رسانه‌های مقاومت ایران. اگرچه آخوندها تلاش می‌کنن تا این ترس رو به شکلی پنهون کنن، اما قضیه لو رفته تر از این حرف است. یادداشت سایت حکومتی تاپناک متعلق به پاسدار سبزعلی رضایی در این رابطه گویای همه چیز. در چند روز گذشته مجاهدین تلاش زیادی برای سوء استفاده از روز دانشجو به کار گرفتند و طی آن به تبلیغ نسبتاً گسترده‌ای در فضای مجازی دست داده و از دانشجویان می‌خواهند با شورش و بلوا و آشوب دانشگاه‌ها را به هرج و مرج بکشانند. مریم رجوی در این روزها به سختی در تلاش است تا از هر امکانی برای فضاسازی و به خشونت کشیدن جامعه استفاده نماید. به همین علت است که می‌بینیم از سیمای آزادی و سایت‌های رنگارنگ تا شبکه‌های مجازی مثل فیسبوک پر از شعارهای خونچکان قرون سابق مثل بکشید، آتش بزنید، شورش کنید شده است و از دانشجویان، زندانیان می‌خواهند تا دست به قیام و اعتصاب قضا بزنند. این فقط یک نمونه از اظهار وحشت‌های آخوندها نسبت به سیمای آزادی و رابطه جوان‌های ایرانی با رسانه‌های مقاومت. این ترس فزاینده به جای اینکه مردم رو از رسانه‌های مقاومت دور کنه، از قضا باعث رو آوردن بیشتر مردم ایران به مقاومت و رسانه‌های اون میشه. تماس‌های هموطنان داخل کشور در جریان 18مین گلریزان سیمای آزادی چشمه از همین دریای بیکران عشق و عواطف مردمیه. افتخار میکنم که بتونم یک قدم هر چند کوچک برای روشن دیدن سیمای عزیزم بردارم. 50 ساله که خورشید آگاهی و نسل تشنه و عاشق آزادی خواهان میتابه و ما انعکاس اون رو از این سیمای آزادی عزیزمون میبینیم. پس هیچ وقت نمیذاریم که رابطه ما با این خوشی قطع بشه و محروم بشیم. برنامه های سیما رو تو ایران دنبال میکردم، 2 سال بود. برنامه های سیمای آزادی بین جوونا، بین دوستام یه نوع شجاعت و انگیزه مقاومت رو روشن نگه می‌داشت درون ما. بعد رژیم با تمام توانش میخواست با سرکوب، رعب و وحشت، جمع کردن بیشها، ماهواره‌ها، پارازیت، اعدام و دیگر دجالیگری میخواست انعکاس سیمای آزادی رو تو جامعه خاموش کنه. اما کور خونده، سیمای آزادی باعث و بانی وصل من و دوستان به سازمان بود و یک تو دهنی به رژیم. تهران تماس میگیرم. الان به سیمای آزادی اون آزادی خبرنگار صدا و سیمای آزادی. کلام آخر این که شاه سلطان ولایت همراه با همه مهره‌های سیاهش در این پهنه از رویارویی با مردم ایران هم مات خواهد شد. در ایران آزاد فردا چراغ همه رابطه ها روشنه. خداحافظ.